سلام و وقت همه شما بخیر بیننده های عزیز تلویزیون خورشید، خیلی خوش آمدین بازم به برنامه. خوشحال هستم از اینکه نیم ساعت بازم در خدمت شما قرار گرفتیم تا ساعت 2:30 با ما همراه باشین. در رابطه با موضوعی که ما امروز صحبت میکنیم، حسادت هست و اینکه حسادت کردن چه پیامدهای روانی را میتونه داشته باشه یا در کل لحاظ شخصیتی روی اهداف و کارهای ما چه پیامدهای منفی را میتونه داشته باشه. امروز روی همین موضوع صحبت میکنیم و کسایی که تا جایی یا یک تعداد افراد که حسود هستند، شما امروز برنامه را تعقیب بکنین تا باشه روی پیامدهایش بدانین و بعد از این به این کوشش نکنیم که به داشته های دیگران و موارد که حالا ارتباط به ما نداره ما باید حسادت بکنیم. این نکات باید چگونه از خود ما دور بکنیم، روی همین موضوع رو صحبت میکنیم. موضوع بسیار جالب است، با ما همراه باشین. از دیدگاه نظر روانشناسی بحث میکنیم و مهمان را هم با خود دارم. صحبت بیشتر میخوایم با مهمان برنامه ما داشته باشم. امروز با هم آقای مجیب رحمان خپلواک امروز لطف کردن با ما هستند و با استاد بیشتر در رابطه با این موضوع دیدگاه روانشناسی بحث میکنیم. خب لحظات بعد اگر خواستین سهم بگیرین در برنامه و چیز سوال دارین در رابطه با حسادت میتونین تماس بگیرین، ما در خدمت شما هستیم. سلام، خوش آمدید. سلام عرض میکنم خدمت بیننده های عزیز تلویزیون خورشید، ان شاءالله که خوب و خوش و موفق و معید باشین. سلامت باشین استاد. در آغاز کم روی حسادت صحبت بکنین و اینکه چرا افراد حسود میشن. خیلی خوبه، پیش از اینکه بیام سر چرایی، قبلا شما یک اشاره کردین درباره که مخاطبتان حسودا، درست؟ من دوست دارم بگویم که تنها حسودا نی، تمام اقشار جامعه ما این برنامه را با دقت ببینند. حسود نشند که هر در هر لول و در هر سطح اجتماعی که هستن، یا اگر حسود هستن یا نیستن، بالاخره در آینده ها با این طرق که فعلا میگیم و بحث میکنیم برشان کمک هایی داشته باشیم. بفرمایید. خود حسادت چیست؟ چرا به وجود می آید؟ تعریفی را که روانشناسا و تعریفی را که از لحاظ دینی برش یک تعریف ارائه کردن این است که از لحاظ اعتقادی حسادت را جزء از رذایل اخلاقی می دانن و از لحاظ روانشناسی حس که در قبال دیگران، حس بهتر بگویم ساده تر، که حس زوال نعمات دیگران، بله، حسی که ما در مقابل دیگران، در قبال داشتن دیگران یک نوع حسادت میکنیم و یک نوع احساس میداشته باشیم که چرا دیگران دارند، چرا دیگران موفقند، چرا دیگران ثروت دارند، موفقیت اجتماعی دارند، شهرت دارند، مکنت دارند و ثروت دارند. این احساس امو احساس است که دقیقاً فعلا در جامعه ما به اوجش رسیده، چی به لحاظ سیاسی، چی به لحاظ اجتماعی، چی به لحاظ ارتباطات میان فردی. به همین دلیل بود که تاکید دارم میگم که تمام اقشار از جامعه، یا بهتر بگویم که از سن 15 به بالا تقریبا، چون روابط گروهی و فردی و اجتماعی دیگه اوج میگیره، مخاطب ما این طیفی از مردم هستن. بنان با دقت بیشتر برنامه را اینا دنبال بکنند، صحبت هایی که داریم انشاءالله حتمی است که به خاطر هماهنگیشان با جامعه یک چیزای عوامری است که برشان کمک میکنه. یک نظر دوستان را هم بخونیم. موبین جان احمدی اینا نظر خوب گذاشتن، سلام تقدیم کردن، تشکر، و گفتن که حسادت احساس کاملا پیچیده است که در کمترین حالات آن احساس استراب آور بوده و فرد را دچار ترس و همچون مشکلات دیگه یا خشم و افسوس و زیان دیدن می کند یا حقارت. افرادی که به حسادت مبتلا هستند به طور دائم، خب اینا دیگران را سرزنش می کند و به نسبت به اطراف و محیط خود درک واقع بینانه نمی داشته باشند و هر موضوعی را که به نحو تهدید تلقی می کند و همچون موضوعات دیگر. تشکر مبین جان از اینکه نظر نیکتان با ما شریک ساختین. خب خوب هست، چون این نکته را که مبین جان هم اشاره کردن دو نکته بسیار مهم، بله، برجسته اشاره کردن. از راز شخصیتی افراد حسود چی ویژگی های خود داره؟ ویژگی هایش خیلی بارز و برجسته است. ابتدا یک بحث نسبتا علمی است در قسمت حسادت. بعضی از روانشناسا میگن که وجود حسادت در بعضی از در برخی از افراد باعث سازگاری میشن. بعضیشان هم به شدت مخالف همین اصطلاح هستن در وجود انسان، که در واقع ما از همین طرفش به اصطلاح تایید میکنیم که وجود حس به نام حسادت فرد را باز می‌داره از رقابت و از پیشرفت. بله. و در قسمت علایمش که افراد حسود چه قسم می‌باشند، افراد حسود معمولاً از پیشرفت دیگران، ابتدا
در قالب ذهنی خود یک مشاجرات، یک مبارزات، یک منازعات بی اساس می داشته باشند که در واقع شاید هیچ نوع موضوع قبلا شما اشاره کردین رابطه بر ما یا داشته یا نداشته، خود ما را ما از پیشرفت کسی می خواهیم که خود از زجر بتیم که یه حالت خوبش نیست. در ثانی یکی از پیامدهایش بگویم یا یکی از علایمشی است که فرد معمولا عقب میمانه از اون چیزی که باید برسه، به اون مدارجی که برسه. و چقدر خوب گفته روانشناسا که اگر او فیصدی زیاد از انرژی ما را که در قالب تفکرات منفی به خاطر بازداری دیگران و مصرف میرسانیم صرف موفقیت خود بسازیم، دقیقا. موفقیت ما دیگه دقیقا در جایی که هستیم صد برابر از او رشد خود میداشته باشیم. و این را اکثرا افراد جامعه ما، مخصوصا او طیفی از افرادی که اونا دچار حسادت هستن، خوب درک نمیکنن. در اغلب مواقع، در اکثر مواقع میبینیم که افراد جامعه ما به جای از اینکه به ترقی و پیشرفت خود و به موفقیت خود فکر بکنن، بیشتر به فکر ازی هستن که چگونه دیگران را به عقب بزنن تا این فرد راحت شوه که حالت مطلوبش نیست. و اینه من میگم که اگر قرار باشه با عقب زدن دیگران موفقیت بر ما به اصطلاح میسر بشوه، این حالت مطلوب نیست و این حالت نیست که در واقع ما خود ما را پیروز و میدان بدانیم. استاد، حالت های ابتدایی که حالا در امو اوائل فرد حسود میشه، به چه موارد چه چیزهای هست و وقتی که خیلی پیشرفته تر میشه، چون روی پیمت هایش صحبت میکنیم، و حالت هایی که خیلی رشد بکنه چی و چقدر میتونه از راز شخصیتی بالا ما تاثیر بکنه؟ خیلی مهم است که در این صحبت میکنیم. همکارا میگن وقفه هم باید بگیریم، یک وقفه خیلی کوتاه، در ادامه با ما همراه باشیم. بازم با شما هستیم، ادامه برنامه هست، خیلی خوش آمدین. و موضوع امروزی برنامه ما حسادت است. از نظر دیدگاه روانشناسی روی همین موضوع صحبت میکنیم و استاد همچنان با ما هستن. اگر میخواین سهم بگیرن ما در خدمت شما هستیم. قبل از وقفه سوال را که از استاد داشتم، در اینکه حالتهای ابتدایی افراد که حسود میشن نظر به چی دلایل است و بعدها که خیلی رشد میکنه در فرد و یک نحوه در شخصیتش جا میگیره، چه پیامدهای خود میتونه داشته باشه؟ خیلی خوب. در ابتدا حس حسادت در قالب تفکرات در وجود فرد ظاهر میشه، فقط ابتدا به شکل فکری در قالب فکری فرد به اصطلاح حس حسادتش گل میکنه، بعدش در قالب گفتار طعن زدن و ته ندادن و خلاصه یک چیزایی گفتنه که طرف مقابل را نوعا توهین و تحقیر بکنه، به این شکل در قالب گفتار. و بعدش هم این حسادت حالت پیشرفتیش وارد عمل میشه که شما دیده باشین بهترین و تقریبا مثالی که تا حد خطرناک میشه که تا حد انزجار اجتماعی، تا حد قتل و تا حتی خودکشی و چی مسائل. مثال بارزش شما دیده باشین چند وقت پیش در ناحیه هفتم یک دختر خانم کشته میشه و دلیلی که فرد خیلی شایق خواهانش است و به کس دیگه داده میشه، به دلیل امیر حسادت امیره میگن، میگه وقتی که از من نشد از وام نشد و او را میکشن. که متاسفانه این حالتهای پیشرفتی حسادت است که در قالب تفکرات باید ما در نطفه باید از بین ببریم. حسادت هر زمان احساس حسادت نسبت به کسی بر ما دست میده، ما کوشش بکنیم که در قالب اصلاح تفکرات ما شروع بکنیم. احساس ما را نسبت به فرد طرف مقابل با خود یک بار بررسی بکنیم و این را اصلاح بسازیم آهسته آهسته. بعدش هم یک قسمت دوم سوالتان در این بود که یک قسمت گفتین که چه اعراض و علائمی ازش سر میزنه و یکی همی که دلایل ابتداییش چی ها بوده میتونه. در واقع دلایلش خیلی منشاهایی است که ناکامی ما یکی از دلایلش است، ناتوانمندی ما یکی از دلایلش است، یا خیلی مهم نکته مهم اساس برجسته‌ای است که در اکثر مواقع ما می‌خواهیم جای طرف مقابل بگیریم. در این حالت است که حسادت اوج می‌کند. در این حالت است که ما زیاد دوست داریم مثل طرف مقابل باشیم، چه به لحاظ رفتاری عمل کردیش، چه به لحاظ موقف اجتماعیش، چه به لحاظ برخورد رفتار میان فردیش. در این حالت است که ما حسادت ما نسبت به طرف مقابل گل می‌کند و به اوجش می‌رسد و بالاخره تا حد انفجار پیش می‌رود. که ایره آدم بسیار متوجه باشه که این حسادت منشای اساسیش چیست؟ اعتماد به نفس نداریم، توانمندی نداریم چون حسادت میکنیم، یا اصلا نمیتونیم خود ما را قانع بسازیم به این که ما چرا باید جای کسی دیگه را برای
که او را پس بزنم و با او جای خود برسانم. که به هر حال من حیث راه حل های خوبی که از لحاظ اعتقادی و دینی داریم، ما یک معقوله داریم پیش خود، میگیم که هر چیزی را که خدا داد بر ما این نعمت است، چیزی را که نداد بر ما این حکمت است. بنابراین این بهترین راه به خاطر مهار حسادت امی تفکر است، امی اندیشه است. و بعدش هم به خاطر مهار حسادت و رشد حس حسادتی است که ما کوشش بکنیم تلاش را که رقابت ما به حسادت تبدیل نشه. یک رابطه خیلی نزدیک بین رقابت و بین حسادت است. گیر ما درک بکنیم اگر رقابت باشه که خوب، حالت سالم موضوع است، و الا اگر رقابت ما به حسادت تبدیل میشه این حالت مطلوبش نیست. مثلا رقابت خوبیش دری است که ما رقیب را نمیخوایم که عقب بزنیم، اما میخوایم ما پیشرفتای خود داشته باشیم همزمان. اما در حسادت زمانه که اگر حسادت میشه کار میکنیم که بر رقیب ما نوعا ضرر برسانیم، که امروز میبینیم دیگه به لحاظ اجتماعیش، به لحاظ سیاسیش، به لحاظ زندگیه که در اجتماع داریم این ثابت است کاملا. بله، بنابراین تلاش ما این باشه رقابت داشته باشیم در هر مرحله زندگی. داشتن رقیب در روانشناسی اجتماعی ثابت است که داشتن رقیب است که جامعه را بر رو به تحرک پیش میبره. و حسادت مطلوب نیست و رقابت زمان زیباست که ما یک رقیب با خود داشته باشیم که در واقع ما را بتانه و اوج شگفایی برسانه. ببینید دوره کودکی که حالا ما میگیم شخصیت کودک شکل میگیره یا مسائل که تربیه والدین هست، این مسائل هم نقش داره یا بعدهایی که فرد وارد اجتماع میشه چون مسائل میبینه تاثیر میکنه در قسمت رشد اطفال و نقشش در حسادت. خیلی نقش والدین بارز است که باید متوجه باشیم. پدر مادر چیکار میکنن؟ حس حسادت خودشان هست نسبت به دیگران در قالب گفتارها و رفتارها و کردارهایی که در خانه بروز میکنه این هست. بالاخره از این جاست که ما ولو اگر کودک ما بعدها تجربه خوب اجتماعی نداره، در این جاست که ما حس حسادت را برش تزریق کردیم. این حالت مطلوب نیست. برای والدین ما توصیه میکنیم که معمولا به خاطر خودتان که هم بیشتر مهمتری است که در خانواده به خاطر اطفالتان این رفتارهای حسودانه را کنار بگذارین و کوشش بکنید که با مسائل حسودانه خوبتر کنار بیاین تا که این تاثیر نکنه بالای اطفالتان. که بعدها تا رسیدن به مرحله درک و فهم خوب مسائل کودک خیلی مشکل است که باز بتانه این احساس حسادت خود مهار بکنه و با سادگی بتانه سازگار شوه. این جنجال هست. بله استاد، به روی راه های حل صحبت بکنیم چون چند نکته را هم اشاره کردین. اما ابتدایی که گفتین در فکر و فرد تغییر می آید و بالاخره هم چون مسائل در فکرش می آید که به شکل حسادت یا حسود هست، فرد حسود میشه. از کجا باید شروع بکنن اگر امو علائم ابتدایی را در خودشان می بینه یا اگر دیگران متوجه میشه، مثلا اعضای خانوادهشان چگونه اینا را به یک نحو اگر برشان کمک بتونه تا این حالت یا این احساس ازشان دور بکنه، و خود فرد چقدر با چی راه و چی استفاده چی شبه های این حالت از بهترین رای حلشی است که بهترین کمک را فرد خودش بر خودش میتونه. و در قالب تفکر از زمانی که احساس حسادت نسبت به کسی، نسبت به همسنف، نسبت به همفکر، نسبت به هم قطار برش پیدا میشه، کوشش بکنه که ابتدا حل مسئله بکنه پیش خود با سادگی در قالب تفکرات. مثلا ببینن که فلان کس را که من میخوایم امرایش فعلا حس حسادت برای من پیدا شده در ذهن من، بهترین رای حل ای است که فکر بکنم که او چی کرده و چی بهتری داره نسبت به من که من در واقع میخوایم نوعا حسودی بکنم برای طرف مقابل. شاید چند مسئله است. توانمندی خوب کار داره، کاری داره. شاید توانایی حل بحران و منازعات داره. شاید یک آدمی است که در روابط اجتماعی خود خیلی موفق است. شاید هم یک آدمی است که کارها که برش سپرده میشه با مسئولیت تام ادا میکنه. این در قالب تفکرات. خب اگر قرار باشه که او یک آدمی است که موفقیت های خود داره، رایش این نیست که نوان من مانع شوم و صد را شوم. رای حلش این است که بتانم من خودم توانمند بسازم که از او طرف مقابل کرده فعالیت های من بیشتر شد تا بالاخره موفقیت اجتماعی به دست بیارم. یک. دوما اکثرا کسانی که حسادت میکنن و حسود هستن به لحاظ روانشناسی ثابت شده که اینا به لحاظ اعتماد به نفس در قسمت پایین‌تر از اعتماد به نفس قرار دارند. ادامه صحبت‌های شما را صحبت می داشته باشیم. تماس داریم. بیننده ما روی خط تلفن هستن. سلام، خیلی خوش آمدید. سلام، خوب هستین؟
سلامت باشین، خدا معرفی بکنین و در رابطه به حسادت سوال داره، نظر داره، ما مشنویم. تشکر وزیر هستم. سوال مؤسسات محترمی هستم که موضوع حسادت، یکی موضوع حسادت هستم که باعث یک دلیلی از خود دارن که برای خود یک چیز شروع میشن. حسادت هست یک موضوع در مابین می باشم که حسادت شروع میشه بدون از کدام موضوع یا کدام از کدام موجود چیز حسادت شروع نمیشه. این چیزا باعث وقتی که چی قدم میتونن انسان که وقتی که حسادت شروع میشن چی راه حل هستن که از حسادت خود خلاص کنن که او حسادت برای او دیگه پیش نبین یا او سوی موضوع دیگه خود پیش نکنن. خیلی خوب، یک مقدار گفته هایی داشتم از ابتدا اگر تحقیق کرده باشین، یک چند مسائل را اشاره کردم اشارتاً و حالم چند موضوعی است که در قسمتش بحث میکنم. یک قسمت را که شما اشاره کردین که حسادت دلیلی می داشته باشه در اغلب مواقع ناتوان بندی ما داشتیم، این صحبت هم داشتیم که دلیل اولش گفتیم که کمکاری ما یا شاید هم اما عدم درک ما از طرف مقابل که چیز زحماتی را کشیده امروز به این مقام و منصب رسیده، این را خوب درک نکردیم. بالاخره امروز حسادت میکنیم. یک دوما زیاد که مهم است عدم اعتماد به نفس ماست، اعتماد به نفس خوب نداریم، امی باعث میشه که یک حس پیدا بکنیم به طرف مقابل گویا که فعالیت از اونا را نوان یک فعالیت تخریبی بدانیم و یک فعالیت بدانیم که در مغایرت و عدم مجاورت با ما قرار داره. که این در رایش است. بعدش هم عدم قناعت است. عدم قناعت ما که در اکثر موازین و ارشادات دینی هم گفته شده که قناعت شما باعث میشه که شما با زندگی، با محیط، با جهان پیرامونتون خوب در کنار بیارین. بیا این امی است که میگه که قناعت باعث میشه که انسان آرامش به دست بیاره. و در خصوص امی بحث قناعت ما میگن یک مقوله بسیار شایع است که حسود نیاسود. هر زمانی که ما حسادت داریم آسایش ما در بر ما نیست. معمولا چه در قالب تفکرات، چه در قالب اضرار و ضرر رساندن به دیگرات، چه در قالب سلب دارایی و داشته های طرف مقابل، به هر حالتی شده ما بالاخره آسایش ما را از دست دادیم و به هر پیمانی که ما بتانیم این احساس مثبت بسازیم، یک احساس بسازیم که در واقع درک بکنیم حالات را و شرایط را مطابق میل خود بسازیم و در واقع برای زندگی های خود را خوب عرضه بکنیم و خود ما را صاحب اقتدار بسازیم، در او حالت است که ما میزان حسادت ما میره پایین، اعتماد به نفس ما میره بالا، کارکردگی ما میره بالا و ما میرسیم به اوج امو اهداف مدرهی خود. بله. جمیله جان سلام تقدیم کردن، تشکر، سلامت باشه. مفتن اینا افراد که حسود هستن معمولا از شادی دیگران غمناک میشن و پیوسته در دل آه و اندو دارن و کینه کسی را در دل میپروانند که به گناه هست. دقیقاً. و سلام بازم تقدیم کردم، تشکری کردن از برنامه. سلامت باشین جمیله جان، از اینکه نظر نیکتونه با ما شریک ساختین. خب اینا هم نکته را که اشاره کردم، معمولا این کسایی که ما روی کینه و حسادت وقت میگیم اینا به یک نحو ادارم که شخصیتشان همچون مورد جا میگیره و اگر روی اجتماع باز بکنیم، معمولا در روابط که میباشه کسایی را که به عنوان دوست انتخاب میکنن با کسایی که سر و کار دارن، اونا چه تأثیری را داره دایی که بیشتر بالا اینا یا اینا را تحت تأثیر قرار بدن و همچون حالت به فرد رخ بده؟ در مسائل اجتماعی و روابط اجتماعی فرد حسود با جامعه، یکی از مسائلی که خیلی مهم است دی که انزوا در رفتارشان است، در روابطشان. فرد حسود معمولا منزوی می باشه، کمترین افراد دوستشان می باشه. بله. استاد ادامه صحبت های شما را بشنویم. خب فکر کنم بازم تماس داریم. سلام، خوش آمدین، بفرمایید. سلام، صحت شما خوب، خیرتی؟ سلامت باشین، بفرمایید، خدا معرفی بکنین و مشتمیم از شما. تکرار هستم، از چلسیستون به تماس شدیم. خوش آمدین، بفرمایید. سندار سلامت باشین. من از استاد محترم دو سوال داشتم. یک سوالی که بعضا ما با کسی حسادت نمی کنیم اما افراد اشخاص دیگه هستن که با ما حسادت میکنن و این اصالت اینا باعث از این میشه که مانع پیشرفت ما شود. از این شکل ما چی کنم برخورد داشته باشیم با او افراد اشخاص که ما از همین مشکلات عزیز. با پاره از اینکه عوامل اصلی که ما بتانیم و دستور بودن جلوگیری کنیم چی خواهد بود به نظر استاد؟
خب من یک سوال پیش میه. اینجا سوال ما ای است که شما بر ما بگوین که توقع دارین دنیا به کام شما بچرخه و همه مطابق میل شما رفتار بکنه، یا بالاخره او فلکسیبلیتی و انعطاف پذیری شما با جامعه هم ای رو مد نظر دارین؟ خب دیره خود طبعا مد نظر داریم، انعطاف پذیری و اینا خود در نظر میگیریم، اما من گفتم که بعضا باعث از این میشه همون کارکردهای دیگرا که مانع پیشرفت و ترقی ما میشن و همیشه صدرای ما قرار میگیرن و ما خودی طبعا نمیتونیم که با اونا حسادت کنیم و یا ضرر به اونا برسانیم، اما در این قسمت به خاطر که به نظر شما از کدام روش ها ما استفاده کردن میتونیم که از پیشرفت ما مانه پیش رفت ما نشد. سلامت باشین، از اینکه تماس خیلی خوب، من سوال دوست ما رو گرفتم. خیلی خوب است، من این اشاره که کردم معمولا در مباحث روانشناسی خیلی مهم ای است که ما جایگاه خود ما را، موقف خود ما را نسبت به اجتماع، نسبت به همکاران، نسبت به ساحه کاری ما، نسبت به جامعه ما، نسبت به خانواده ما خوب درک بکنیم. یک مسئله است و مسئله دیگه ای است که انسان اصلا لیس للانسان الا ما سعی، انسانی که تسلیم میشه، انسانی که اصلا مبارزه نمیکنه و توقع برد و برد داره، این اصلا بجا نیست. افرادی که همراه ما حسادت میکنه، بهترین راهش ای است که ما برشان ابتدا توصیه به هر صورت همراهش دیالوگ بگوییم و استدلال خود داشته باشیم، ثابت بسازیم تا ای که ما کسی نیستیم که در واقع شما بخواید امرای ما حسادت بکنین. اگر بحث فعالیت است، مخصوصا فکر میکنم که اشارشان به محل کار بود، در محل کار اگر کسی حسادت میکنه امرای شما، ای به این معنا نیست که شما از فعالیت های خود دست بکشین. مبارزه تا آخرین مرحله مبارزه هست و مخصوصا مبارزه اصلاحی ای دیگه جای خود داره، همیشه ثابت است. بنان شما تسلیم نمیشی، شما مبارزه میکنی، شما مجادله میکنی و شما استدلال میکنی تا بالاخره که تو میشی یک آدم موفق. هیچ وقت از تلاشتان دست نکشین. دقیقا، تشکر استاد، وقت ما تمام است. خیلی صحبت های خوب و سپاس از اینکه با ما بودید. بخیر و عافیت باشید. تشکری میکنم از همه شما بیننده های عزیز از اینکه بازم در برنامه امروزی ما را همراهی کردین. سلامت باشین. بقیه برنامه های تلویزیون خورشید فراموش نکنین. الان نگهدار همه ما و شما.